برام خدا و عرض سلام. سلام خدمت شما وطنداران عزیز، امیدوارم که هستین جور صحت مند سر حال باشین. باز هم فیاض نجمی با یک برنامه کمک همکاری دیگر در خدمت شما هستم. خوشحال هستم که یک بار دیگر هم خداوند متعال توفیق هدایت داد تا بهم دست خانواده دیگر را بگیریم. این بار ما مادری را پیدا کردیم که از درد فرزند خود برای شما قصه میکنه. دختری که 7 سال 8 سال شده مریض است و آرسی هم کرده، شفرش هلا داده و خودش حالا شفاخانه به شفاخانه، کشور به کشور میگرده تا بتونه درد و نوتاژی خود علاج بکنه. بیم بیشتر از درد و مشکلات اینا آگاه شویم، ببینیم که چه مشکلات را این مادر داره و ببینیم که البته ما میخواستیم دخترشان هم به تصویر بگیریم، به ما تماس گرفتن، ما زمان اینجا کامدیم گفتن دختر ما فعلا در پاکستان است و اوجه هم در تداوی است و دکتر مبلغ گزاف را خواسته تا بتونه تداوی شه بکنه. بیشتر از بان خودشان خواست چنیدیم که چه مشکلات را دارن و چی مرضی را دارن و در ضمن ما دخترشان را به طریق اینترنت وصل کردیم و از طریق واتساپ ما حالا گپ میزنیم. شما هم بتونید عزیز اگر بتونید کمک همکاری با اینا بکنین، جای افتخار برای ما خواهد بود. خب عرفان عزیز، ما اولا همراه مادرشون صحبت میکنم بعدا باز میایم. مادر عزیز خسته نباشین، خوب هستین؟ ان شاء الله صحت مند هستین. سلامت باشین، شما هم خسته نباشین. بخیر، تشکر، زنده و سلامت. بین مادر، از دردتون بگوین، از مشکلاتتون بگوین تا همه مردم ما که میبینه با شما کمک همکاری داشته باشن. سلامت باشین، ان شاء الله که هیچ مادر داغ اولاد نبینه، مخصوصا که جوان. دختر ما 8 سال پیش 7 سال 8 سال پیش در پنتون به نتیجه مون، یعنی یک سردرد نمیشد، یک دم خون استفراغ کرد. خون استفراغ کردی رئیس و ببری سو ببر، خب بردیم یک 22 رو شفاخانه جمهوریت مان، از اونجا گفت ببرین پاکستان. این رو بردیم پاکستان، پاکستان بردیم، اونجا یک بر یک سه ماه دوا دادشه. خب پس آوردیم، دختر خوب شد، باز گفتی سه ماه دوا را بخو، باز بیا برای شش ماه. بار شش دوم که برش بردیم برای شش ماه دوا داد، این خوب شد. خوب شد که دوباره رفت گفت که برو خوب شد، ان شاء الله دیگه چی نیستین، دوا را بخو چیکو تدکش میکنی. خوب میشه، میده پریزای تا بکو. خب بعد از او که آمد دیگه ما هم توانم نبود که را باز دوباره ببریم، دوباره ای به درس خود ادامه داد، لیسان شد، فارغ شد از رشته مقابلگی، دوباره خوب شد، سر وظیفه شد، دوباره یک خواستگار پیدا شد، پرزیر دادی مروسی کرد. یک سال میشه که عروسی کرده، بعد این یک سال میشه که عروسی کرده، نمی زمستان شوهر ازی گفت ما ایران میریم، ایران میریم، ایران میبرم. گفت مال خونه کس نبرده، مثلا اثر خونه را چه رقم شد، یه مری شد. اگر نیست ما متوجه نبودیم که برای این مشکل است. این که در ایران برد، این که ماهی نکرده، گفته که این تیلی تو کلان شده، باید تیلی تو برداشته شد. این شامون شوهر نامرد به غیرت از این مادرش مجبور کرد ایره در شفاخانه ایلا کرد. یک 15 روز همون جمان بالاخره دوستایی ایره در تیاره شان پس برای ما برد. اینجا آمد در می حالت خودم هم اینجا وظیفه داشت کار میکرد. گفتم چی وظیفه داشت اینجا؟ همی داد رسینگ خانه کار میکرد، خانه را متر میکرد، همی چارواله. یک دو ماه کار کرد، کمک باره همی از اینه خدا پوره کرد، رفت سنو پاکستان. این حالو هیچ چیزی نمیشه، این همه طور مطل مانده هم میگم مادر ایقه کار است، ما دست ما توان ما نیست، اول خدا دیگه چاره نداریم. بعد این حالو در پاکستان من مقدر چاره ندارم که یک پاسپورت بگیرم از پشتش برم. خیلی ببینم اون خانواده ای که اونجا کمک کرد، حالو فعلا اونم اونجا هست، اینه می پیسه ضرورت داره که اینه می عملیات یک کار داره. چقدر پیسه ضرورت داره؟ فعلا یک پیچکاری از این در 40,000 است، یک پیچکاری از این پاکستان است. فعلا پاکستان ها او دفعه گفت دو تا پیچکاری دیگه در افغانستان امکانه تدایش نبود؟ گفت نه داره، خونی سفیدش کم هست. اینجا نمید مادر جان، قربان حشکتان، قربان دردتان. انشالله ما کسای شبیم که بتونیم دست شما را بگیریم و امید ببخشیم که شما تنها نیستین و خواهر ما تنها نیستن. خب یادآوری کردن نکته اساسی را که 8 سال پیش از امتحان کنکور اینا بی نتیجه ماندن. بله دقیقاً، در آخر سال جوانای خیلی رونده کنکور میشن و میتونن سرنوشت خود رقم بزنن و جوانای خیلی میرن امتحان خود میتن و بالاخره به نتیجه خود که 12 سال را که درس خواندن میگیرن. این هم بانوی بود که مکمل سال زحمت، مکمل 12 سال زحمت کشید و خواستن آمادگی کنکور رفت و رفت نتیجه کنکور خود بی نتیجه برآمد. یگانه دلیلی که امروز این بانو را در اینجا رسیده که رسانده که همین است که بی نتیجه در امتحان کنکور مانده و حتی سبب مرضی شده.
و بیم با شما امید ببخشیم برای جوانای ما که تنها راه کنکور نمیتونه صد نوشته ما را رقم بزنه، راه های دیگر هم هست که ما بتونیم زندگی ما را رقم بزنیم و بر زندگی خود امیدوار داشته باشیم. امروز بله خانواده هایی که خیلی برای اطفال خود، برای جوان ها، برای جوانای خود همیشه وقت همی فکر هستن که شما کنکور رو درس بخونین درس بخونین، اما خبر ندارن که اونا هست نگاه روحی چقدر تاثیرگذار برشان است. من زیاد حرفای ما کوتاه میکنم، حالا میخوایم با خواهرم گرف بزنم که در پاکستان به سر میبره و بسی تصویر. اگر لطف کنین سلام وقت شما بخیر، لطف کنین کامریتون روشن بکنین دوستای ما خود دارم ببینم. صدای ما دارین؟ بله این بانوی محترم شما میشنوین؟ میشنویم. زنده و سلامت باشین. خیلی خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. من بسیار خوشحال شدم که شما با شما هم صحبت شدم، هم کلام شدم. انشالله که با ما که با کمک شما انشالله از درد و از رنج رهایی ببینم. نامتون ببخشید، نامتون فراموش کردم. نام ما آرزو هست. بانو آرزو، بین شما از دردتون بگوین، از مشکلاتتون بگوین، چه مشکلات را دارین و چه درد دارین تا هم وطنان ما خود دارن ببینن با چه مشکلات در کشور بیگانه به سر میبرین. 7 سال شده که همتون میخواستم یک مریضی خدا دیبرم پیدا شد. 7 سال میش بعد از 7 سال دفعه چهارم است که ما آمدیم پاکستان که میان فعلا از توانم بالا هست، نمیتونم اینجا هم که آمدیم خودم هم فرق تحصیل هستم، خودم با دکتر اینا صحبت کردم گفت فرق تحصیل کدام رشته هستین؟ جگر است، مشکل جگر. فرق تحصیل کدام رشته هستین بانو؟ پاکستان قابلگی هستم. قابلگی، خب بین دردتان از کجا آغاز شد؟ چه درد را فعلا سپری میکنین؟ منشه این دردتان را پیدا کردین یا خیر؟ اینا فهمیدن که گفتم یک گفت زیاد یک قصه سرد شده کمی سر جگر فشار آمده در اون تکلیف من از جگر که جگر رو تیلی روی تحال فشار آمده کم تحال بزرگ شده ولی کم خون هستم که خون سرخ و به هر صورت اما خون سفید ممکن است که این نمیشه بچی آمده عملات نمیشه. بعدش اینجا بیماری های دوایی هستن که بسیار با مصرف گزاف هستن که حتی از یک بیچکاری که در بین از یک بیچکاری 37 بیچکاری دیگه هست یه مبلغ یک 40,000 افغانی میتر که ایره گفت از زر کنی که بعد از بتون ادامه حیات کنی تا که ببینیم که جگر میتونه دوباره بانو روزو مادرتون دیواری کردن که شما عروسی کردین شما عروسی کردین، از شوهرتون کدام خبره، کدام زنگ تا بانوز برای شما آمده یا خیر؟ نه خیر به خدا و شوهرم هم که بودونم وقتی که از این مسئله خبرشون هم از امو شفاخانه که من در ایران بستار بودم از امو شفاخانه رفتم تا حال سر خبرش نیست؟ دیگه کدام نه دیگه تا حالی کدام خبر زنگ ازشون ندارم. خب دکترهای پاکستان چی میگن؟ مشکلاتتان چی میگن؟ دردتان آیا امکان تداوی هست؟ بله امکان تداوی هست ولی مصرفش بسیار گزاف هست. چقدر مصرفش ها گفتن؟ چقدر گفتن؟ خب اینجا خب دیگه خداوند که یک درد میده حتما دوایش رو میده. بله درد اینجا هم در عموم گیره در عموم نمیفهمون برای نست شاید تا مثلا تا یک صدلگ و تبدیل جگر خود هم بفهمید جگر که یک حسن حیاتی انسان است. اگر تبدیل که نتونی حداقل باید هر مثلا چیز 3 ماهی 2 ماهی بیایی یک آمپول یک بیچکاری هست نورا بزنی که بایی جگر کمک کنه و زیر تدایی باشی که همون به ادامه حیات باده بتوانی. بانو روزا خواستتان چی هست؟ خوربان بانو روزا خواستتان چی هست؟ چی میخواین از مردم ما فیلن؟ کمک هم کن از مردم خود از مردمی میخوام از کسایی که واقعا در دارن از خدا و از اولندش خواهد خدای بزرگ میخوایم دومش از کسانی که در دست دارن و این شب و روزایی که مردم میرن تا هر جا خانه خدا Oh, my God.
مشکلات راهی ببخشند امیر خودش یک حجم از خونه خداست ممنونتون من زیاد وقتتون نمیگیرم شما صدای ما رو بشنوید من روی مادرتون صحبت میکنم خب تر رابطه همه شعری هست که میگن زاهدا به کعبه مرا و سودی ندارد بیا به کعبه یه دل سجده کن خدا اینجاست ولی دقیقا صدق میکنه ما سالانه میلیون ها روپی ما رو مصرف میکنیم رونده یه حج میریم میگیم خانه خدا رو ببینیم دقیقا فرض است بالای ما بله همه فرضی که اینجا بالای ما هست یا مسئولیت ما که هست ما از در و دیوار خود خبر نداریم هموطنان میروان بیاین پول را که ما با او راهای دیگر مصرف میکنیم یا به جاها مصرف میکنیم بیایم حداقل بتونیم دست یکم وطنمون این مادر ما خیلی گریه میکنه خیلی درد داره واقعیت خیلی مشکل است در مقابل کمره درد خود بیان بکنه هر کس یک غرور یک شکر خود داره اما همه غرور خودم مونده و امروز از شما کمک میخواهم و بیایم ما شما کسایی شویم که این کمک و همکاری ما رو برشان برسونیم مادر شما هیچ وقت گریه نکنین هموطنان ما میربان ما همراه شما هست این درد و مشکلات نه تنها شما ما زمانی که در هر خانواده میریم یک خانواده از خانواده دیگر حالتش بهتره برترتر است چرا مادر همیشه وقت گریه میکنین ما اومدیم شو که شما تو عقده بدلتون بگوین که همه مردم ما هم از این عقده شما واگاه شون و با درد ما واقعیت هموطنان با درد ما اشک ریختن با خندی ما خندیدن حالا ببین شما از دردتون بگوین تا این مردم ما همه مردم آگاه شون درد ما اینه میست که دخترم خیلی جوان است خیلی آرزو داره درد ما اینه میست که نمیتونم برش چیزی کرده نتوانم نیست از مردم مسلمان مردم میخواهیم که اگر چیزی بتونن کمک کنن دیگه درد ما اینه میست که گریه میکنم با گریه دیگه چاره دارم بدل بار خدا آزاری میکنم ناناور خانیدون کی اسم داره چند فرزند دارین من ناناور خانم یک شوهرم است بنده خدا که فرزندایم 4 5 دختر داریم یک 3 تا چی بچه‌ایم کلانم 14 سال است من سیاستمدار هستم می سیاستکایم اینا درس خوان به این ثمر رسید تا چهار رقم مشکلات شد دیگه اونم یک شوهرم است بنده خدا غریب کار است گاهی سویسو یک آشپزی میکنه کرای خانه و دیگه اینا متر ان شاء الله خدا مهربان مادر مهربان ان شاء الله ما تصویر این هموطن ما رو برای شما گرفتیم و شما ببینیم که شما هموطنان میربان چقدر میتونین با این خانواده کمک همکاری بکنین و دخترشان هم در پاکستان منتظر کمک های شما هستن و دکتر همه منتظر شاندن تا که بتونن پول دریافت بکنن انشاءالله ما بتونیم از این طریق برنامه خود دست این خانواده ها رو بگیریم و با این خانواده ها کمک همکاری بکنیم هموطنان میربانم اگر شما واقعیت میخواین کمک همکاری بکنیم و کسایی که یک تلفن یادآوری بکنم فراموشم نشه کسایی که میخواین پول قربانی خود رو روان بکنن بیم بر افغانستان و کل قربانیشان اگر نصف بکنیم ما یک مقدارش برای اونا بگیریم و یک مقدارش برای خانواده های دیگر تقسیم بکنیم و یا کسایی که میخواین در ختم قرآن کریم شانا بگیرن انشاءالله ما در برنامه ما در خدمتشان هست و میخواین بر خانواده ها روان بکنن انشاءالله طریق ما دلشان کاملا جمع باشه پولشان بر تک تک خانواده هم میرسد مادر ما نمی فهم ما چه قسم چلا منتظر کمک های شما هستیم و مادر ما را بتونیم یک کمک همکاری بیشتر بکنیم و تقریبا پول گزاف را از اینا خواستن تقریبا 100 لک افغانی که 100 لک کلدار که 50 لک افغانی میشه از اینا خواستن پول بسیار گزافی هست ان شاء الله بتونیم یک مقدار را حداقل برشون کمک همکاری داشته باشیم ما هم امروز باز هم دست خالی اومدیم پیش مادر ما ان شاء الله بتونیم در برنامه های بعدی با دست پر بیایم نزد این خانواده و خدمتشان تقدیم بکنیم مادر جان در اخیر پیامتون را گفتنی تونه برای مردم ما بگوین و کمری ما در خدمت پیام من امیز تشکر شما که همی قدم خیر برای می مردمتون ورداشتین و همی درد دل مردم همی خانوادایی که صدایش کس نمیشنه و صدایش می رسانین به اونایی که دور هستن اونایی که میتونن کمک کنن دیگه پیام من امیز که اول به خدا زاری میکنم که هیچ مادری به داغ اولاد گرفتار نشه و هم که جوان باشه به داغ روز روزگار نامرد گرفتار نشه پیام من امیز که از مردم خود از مردم مسلمان میخوایم که یک کمک همکاری چیزی که در توانشان است اگر میتونن کمک کنن که خدا اجر اکبر نصیبشان کنه انشالله ما تمام بونو هم خداحافظی می بونیم محترم وقت شما بخیر انشالله هموطنان و همراه شما هستن بر کمک همکاری که داشتن خدمت شما خاطر روان کردیم ما تشکر برادر خوشحال شدم از اینکه شما را از طریق اینترنتی تونستم با شما هم کلام شدم انشالله با امید
مردم عزیزم و مردم با در خدمت هستم. وقت خوش برای شما. ما منتظر سندهایتون ما منتظر سندها و اسندهایتون از پیش نزد دکتر هستیم. برای ما روان بکنیم و برای هموطنان ما خواهد نشان دادم. قربانتان زنده و سلامت باشین هموطنان مهربانم. یک جان تشکر که تا بال ما رو بیننده هستین و تا برنامه بعد که من فیاض نجمی در خدمت شما قرار میگیرم و بتونم نیم خانواده های دیگر هم برای شما معرفی بکنم. وقت شما بخیر. خداحافظ و نگهدارتون.